بخش درمانگاه، شما هم اگر سوال دارید میتونین که سوالاتتون رو مطرح بکنین. خط ارتباطی 8656 و مهمان ما هم در این بخش. بله، دکتر سعید عبدالله احمدی هستن، اسوسییتد پروفسور امراض ارتوپدی و ستون فقرات، و در رابطه با کمردردی صحبت میکنیم و خصوصا ای که بزرگسالان بسیار دچار ناراحتی های درد کمر هستن. میتونین در این مورد سوالاتتون رو با ما شریک بسازین. سلام و صبحتان بخیر. تشکر، سلامت باشین. در خدمت نخست سلام خدمت شما و سلام خدمت دستاندرکارای برنامه شما و همچنان یک سلام ویژه خدمت همه بیننده شما تقدیم میکنم. بسیار خوش آمدین جناب دکتر. تشکر، سلامت باشین. پرسش نخست ما را از علت کمردردی آغاز میکنیم. قبل از اینکه بریم به علت کمردردی، یک معلومات مختصر باید بگویم که وقتی ما کمر میگیم، بله، که ما کمردرد هستیم، کدام نواحی ما باید مشخص بسازیم. شما میفهمین که یکی از ساختمانهای خیلی مهم در بدن ما ستون فقرات ماست که این از گردن ما شروع میشه، از آخر مثال سر تا به نهایت ستون فقرات، که این از یک تعداد موره ها تشکیل شده و بین از این موره ها ساختمان های دیگه به نام دیسک قرار داره. این موره ها با همدیگر توسط مفاصل خردترک یا خرد وصل شده به دیگه، که ما توسط مفاصل میتونیم حرکات خم شدن و استاد شدن یا به پشت سر خود خم بکنیم، میتونیم که رو انجام بدیم. و بعضی از عضلاتی که در نزدیکی ستون فقرات است و ثبات از رو نگاه میکنه، به می خود می مهره ها وصل شدن. هر مشکلی که دمی ساختمان های منام گرفتن با وجود بیه، ما احساس درد کمر میکنیم. بله. مثلا اگر ما یک قلنج عضلی داشته باشیم، سبب درد کمر است. اگر ما مشکل در اون مفاصل داشته باشیم که ساییده شده باشه یا التهابی شده باشه، که آسانتر بگیم گزک کرده باشه، او هم سببش درد کمر میشه. و اگر دسکای بین الفقیر را گفتم، اگر اونا با مشکل مواجه شده باشن، بعضی هستن میگن که نزدیک شده دکتر سر. بله، این اگر یک دسک کمر خصوصا پیش بزرگ سالای ما بیشتر حادث میشه. این دسکا اما ماهیت خود نظر به سن سال از دست میده. هرچقدر که سن بلند میره، در بعض افراد این دسکا اما مایه که داره یا کیفیتی که داره از دست میده. بنابراین وقتی که کیفیت خود از دست داد و فشاری که بالای زی است، این خود نزدیک میکنه یا بیرون میبره از ما خود مورا. بله. بنابراین میگن موره ها نزدیک شد. چیزی که در بین خانواده بسیار عام است، میگن خب کسی که سنش زیاد شد، میگن درد عادی است، و همیشه اولین فکر مردم اینه است که میگن سن زیاد باعث درد کمر در افراد بزرگ سن میشه و اینه میره تحمل میکنن تا وقتی که بسیار یک درد تحمل ناپذیر باشه و او وقت باشه پیش دکتر برن. میشه در مورد بگوین که آیا واقعا با سن افرادم ارتباط داره درد در ناحیه کمر یا خیر؟ بله، اما طوری که هر ساختمان در بدن شما، ما و شما، با مرور زمان که سن بلند شده میره به طرف کهنه شدن میره، طبعا که تغییرات در هر ارگان یا در هر ساختمان سبب ایجاد بعضی از اعراض و علائم میشه. در ستون فقرات ما شما گفتم بیشتر که بعضی از مفاصل کوچک وجود داره که این مفاصل مهره ها را با همدیگر وصل ساخته و ما با آسانی میتونیم که با او خم بلند شیم. این مفاصل با مرور زمان تغییرات دیگه به وجود میاد. مثال شما اگر واضح تر بگیم، در مفصل زانو شما همه بزرگ سالا را اگر دیده باشین، استثنای افرادی که همیش ورزش ها را مراعات کردن و یا وزن کم دارن، اینا دیگر اکثرا از درد زانو شکایت دارن، میگن زانوم سایده شد. بنان امی سایدگی در او مفصل هم احتمال پیدا شدنش است و التهاب از او هم این سبب درد میشه. و خود دسکای بین الفقری که پیشتر شما گفتید نزدیک میشه، این هم نظر به سن سال کیفیت خود از دست میده. وقتی که کیفیت خود از دست داد، طبعا که نزدیک میشه مهره. این نزدیک شدن مهره سبب میشه که بالای عصبی که از بین هر مهره بیرون شده فشار وارد کنه و این هم سبب ایجاد درد شه. بله دکتر صاحب، نشستن زیاد هم باعث درد کمر میشه؟ یکی از اسباب درد امو وضعیت بد یا بد پوستچر باش میگن، یعنی وضعیت بد است که ما اگر شما میفهمین چوکی هایی که آل انکشاف یافته چوکی هایی هستن که اکثرا در قسمت پشتی خود بعضی از
خموپیچ را ایجاد کردن که کمر باید با او راحت باشه. بله، نشستن طولانی مدت و ای اگر به یک وظیفه تبدیل شه، اکثرا ما کسایی را داریم که میگه من دکاندار هستم، کمر درد هستم، 20 سال ما بالای همو چوکی نشستیم، در حالی که در 20 سال توجه نکرده که باید از چی چوکی های استفاده کنه و ای باید ورزش های عادی روزمره را انجام بده که تا مسئول باشه از درد کمر. بنان طبعا که همین وضعیت بعد هم یکی از اسباب درد کمر. بله، پس تاثیر ورزش بسیار میتونه که زیاد باشه بر کسایی که درد کمر دارن و دردشون نمیتونه کم بسازه. فوق العاده، شما اگر روزمره ورزش های عادی که سبب تقویه شدن عضلات ستون فقرات شما، مفاصل ستون فقرات شما، دستگاه بین مهره های ستون فقرات شما و همچنان بقیه ساختمان هایی که در بدن ما شما ظاهرا میبینیم، اگر ورزش های هر کدام از ما حداقل برای 30 دقیقه داشته باشیم، طبعا که ما مسئول میباشیم. بس یا که مثلا از درد کمر رنج میبرن یا از درد پا رنج میبرن یا جان درد هستن، اینا دوای خود سر مثلا استفاده میکنن، توصیه های میشه مثلا بروفین 400 بگیرین و بعضی از دوای دیگه، آیا این برشان کمک میکنه یا ضرر میرسونه دکتر؟ ببینید، اگر سوال شما را اینطور تغییر بدیم که ما چی وقت به دکتر مراجعه کنیم تا ای که ما این دوا را استفاده کرده بریم خود سر، طبعا دردا اگر برای ابتدا برای ما حادث میشه و یک چند روز ابتدایی ما میتونیم که از دوای که در تمام دنیا معمول است دوای ضد درد استفاده بکنیم که اکثرا در خانه موجود است و عوارض جانبیش بیشتر نیست، لیکن وقتی ما متوجه میشیم که درد شدید شده میره و این درد به حدی است که ما را مانع رفتن ما میشه یا کیفیت همی زندگی ما را برهم میزنه، ما از زندگی لذت نمیبریم، این ما نیاز داریم که باید زودتر به دکتر مراجعه بکنیم. شما اگر بزرگسالان را متوجه شده باشین، اکثر اینا دردای مزمن یا دوامدار دارن و اکثرا در خریدها درد مرده دارم. اینا ضرورت دارن که باید نزد متخصصین حاذق همی بخش مراجعه بکنن تا ای که تشخیص شوه که اینا همی سبب درد از اینا در کجا است. وقتی که سبب درد تشخیص شد، حتما به اون ناحیه یک تداوی وجود داره. بنان تداوی، بهترین تداوی به دردای ستون فقرات ورزش است. بله، در مورد تداوی دکتر صاحب گفتین، خب کسایی که سنشان زیاد هم هست و به خاطر درد کمر میرن پیش دکتر، فکر میکنم که تداوی از یک کمر که زمانگیر میباشه، میشه در این مورد بگوین که حداقل چه مدت دوره تداوی را باید بگذرانن؟ چون از یک دکتر پیش دیگه دکتر میرن و نسخه های مختلف از دکترهای مختلف و نظریات متفاوت اینا را دچار سردرگمی میسازه. بله، ما بارها تجربی را داشتیم که بزرگسالای ما مراجعه کردن و چندین نسخه از دکتر صاحبای عزیز داشتن که به هر کدام که مراجعه کردن دوای متفاوت ضد درد استفاده کردن، لیکن راضی نیستن که چرا درد ما با خوردن دوا خوب نشده. یک مسئله را باید یادآور شوم که دوا فقط یک کمک کننده است که درد تا یک مدت زمان تحت کنترل در بیاره و تا حد هم مشکلات جزئی را رفع بسازه، لیکن تداوی اصلی برای هر ناحیه خصوصا در دردا او ورزش است. یعنی تمرینات اختصاصی او بخش است. شما اگر برای یک بزرگسال میگین که شما باید این تمرین انجام بدین، او میگه من هر روز سپورت میکنم، در حالی که سپورت را انجام میده که در مخالفت با این مشکلشان است، یعنی مشکل بیشتر میسازه. بنابراین هر ناحیه که خصوصا از نظر ارتوپدی در ستون فقرات و بقیه ساختمان های ظاهری که مشکل ایجاد میشه و برای مریض که امو سپورتی که تجویز میشه، این فقط امو سپورت انجام بده. و یک مسئله دیگر هم یادآور میشم، هر حرکتی که سبب افزایش درد میشه او رو باید ما توقف بدیم. اگر نشستن است میبینیم که سبب افزایش درد میشه، اگر به یک وضعیت استراحت سبب افزایش درد میشه، حتی را رفتن اگر سبب افزایش درد میشه، باید ما اینا را توقف بدیم تا اینکه ما به تشخیص نهایی برسیم. چرا وقتی که ما با جهد فیزیکی یا با حرکت اگر درد میبینیم اضافه میشه، به این معناست که یک مشکل در ناحیه وجود داره و ما اگر سهلنگاری کنیم و به او توجه نکنیم، این سبب میشه که مشکل اضافه شده برد. بنابراین اگر ما وقتی که تشخیص میشه دیده میشه که مشکل در چی سرحد است، بعد از او باز دکتر صاحب برشان توصیه میکنن. جناب دکتر صاحب احمدی، ما مثلا در جوانی همه چیز نادیده میگیریم، وزن زیاد برد میکنیم، کارهای زیادتر میکنیم، مثلا
اگر وزن زیاد بلند میکنیم مثلا کمر ما آسیب میبینه، میگیم خیر شاید چند روز بعد خوب شود، ولی بعدها ما میبینیم ضررش هم میبینیم، در کهنسالی ضررش هم میبینیم. آیا میتونه آسیب برسانه؟ طبعا هر دسک بین الفقری، هر مهره ستون فقرات نزد هر سن سال یک ظرفیت برداشت فشار داره. بله. و یک مسئله که ما باید یاد آور شما، ما وقتی که یک وزن میبرداریم بنان با یک وضعیت بد میبرداریم. وقتی که خود خم میسازیم یک وزن بدون ازی که بالای زانو فشار بریم، تمام فشار را برمیگردانیم به ستون فقرات خود، که طبعا ما بیشتری رو نزد خانما میبینیم، خصوصا خانمای جوانی که تنها در خانه میباشند و پاککاری خانه را انجام میدن، با بلند کردن یخچال یا تخت خواب یا کاوچ اینا برای ما مراجعه میکنند. وقتی که ما میریم با اینا از اینا عکس برداری میکنیم، دیده میشه که طبعا یا با مشکلات جدی مواجه شدن. طبعا که این یکی از اسباب یا سبب هایی است که ما در آینده با مشکل درد کمر مواجه باشیم، و بهتر است وقتی که وزنهایی را ما میبرداریم اول باید با او آماده باشیم، و بعدا وضعیت باید مراعات کنیم که ما با کدام وضعیتی را بلند بکنیم. بله. خب دکتر شد خیلی کم فرصت داریم در مورد تغذیه، مگر چیزی معلومات بتین بسیار کوتاه. بسیار خوب فرمودین مریم جان. داشتن کلسیم و ویتامین دی کافی در بدن یکی از مواد است که ما تمام ساختمان های بدن ما خصوصا عضلات و استخوان ها مسئول می باشند. سن پوره شدن از این کلسیم تا 20 سالگی، 18 تا 20 سالگی بهترین سن است که باید ما به مقدار کافی استفاده کنیم، تا ای که خصوصا نزد طفلا که تا او سرحده ای ذخیره باشه، و بعد از او وقتی که ما مصرف داریم ذخیره را نمیتونیم. اما روزه باید از مواد لبنی که شامل شیر، ماست، پنیر، چکه، دوغ و امینا باشه باید بیشتر استفاده بکنیم، تا ایست که استخوان سالم داشته باشه. بسیار تشکر. و همچنان شعاع آفتاب. بسیار تشکر. بسیار خوش آمدین جناب دکتر صبح احمدی. برنامه جالب و دیدنی ما که از پیشتان مانده و تا هنوز ندیدین اینجا را کلیک کنین. بها فراموش نکنین چینل ما را هم سابسکرایب بکنین.